به شم هشم ناسه و نسلیخ تو را سیوالانو مشه مراشا قهیلت یعقو به امیدبارخ شروع میکنیم کتاب جدیدمون رو کتابمون به نام حلاخا برورا نویسنده هاراف داوید یوسف زخوتوی آگن و وکل و کل اسرائیلشون شلیتا که هشم بهشون سلامتی عمر طولانی بده که بازم کتابای خوبی رو برای ما تعلیف کنن از ابتدای شلخان روخ میخونیم و با توضیح آراف داوید یوسف به نام حلاخا برورا به زده تشمید صفحه یک سیمان یک یعنی فصل یک شلخان روخ ایل خود انهاگت آدم و بغیر قوانین رفتار انسان در صبح سیمان آلف دین اشکامت بغیر و تت قانون بیدار شدن صبح برخواستن صبح و اون نو تا صحیفه آلف میفرماید که ایتگبر کاری اول قسمت شورخان می میخونیم بعد قسمت پایین این نه تا صیف داره نه تا بند داره زورابر شود چون شیر که بیستد در صبح به عبادت پروردگارش شیه او معورر از شخر که او بیدار کند صبح را اگا تبسره که ربنو رما فرمودن و الکل پانیم به هر صورت لو اخر زمن تفیلا یعنی عقب نیندازد زمان تفیلا رو که جماعت تفیلا میخونن قسمت اول گو باقا جون صبح زود بلند شو که تو صبح رو بیدار کنی نه که صبح تو رو بیدار کن یعنی قبل از اینکه آفتاب بزنه سپیده بیاد تو بیدار شو که تو زودتر از سپیده بیدار شده باشی رما میفرماید که به هر صورت اگر اگه دیرترم شد ولی زمان تفیلات نگذره چون میدونید که شما تا سه ساعت زمانی از روز لخش تا چهار ساعت زمانی از روز دیگه دیر نشه و بعد میفرماید که اگاهی بعدی شویتی هشم نگدی تامید و قرار میدم خداوند رو در مقابلم همیشه او کلال گادول به تورا اصل بزرگی در تورا او معلت صدیقیم و در مقام صدیقیم یعنی هشم رو برای هر کاری در مد نظر میگدارن که آیا هشم تورا نظرش در مورد کاری که من میخوام بکنم چیه؟ اشل الخیم دیف نشم که میرن به حضور هشم یعنی همیشه, همیشه هشم رو حاضر ناظر بر کار خودشون میدونن و حلاخا رو میپرسن که چه کار باید بکنن که این یشیوت آدم تو نو اتاف که نشستن آدم و حرکتهاش و شغلش یعنی کارهایی که مشغول میشه بهش اوله و دو به تو وقتی تنهایی تو خونشه بیشی با تو تو مثل نشستنش و حرکاتش و کاراش او به حضور پادشاه بزرگ نیست یعنی وقتی که ما تو خونه هستیم کسی غریبه ای نیست کاری که اونجا ما میکنیم با کاری که جلو پادشاه میکنیم فرق میکنه لو دیبورو ورخابت پیو نه صحبتش و گوشودن دهانش چون میلش و او ایمن شه به تو صفحه بد و او با اهل خونش که دیبور چون صحبتش در مشو همه جایی که پادشاه نشسته کلشکن صد البته که شیاسی مادام لیبو موقعی که قرار میده انسان به قلبش که اون پادشاه بزرگ اقادش باروخو اشل ملو کلارس که بودو که پر کرده تمام زمین انزتش عزتش اومدالاو ایستاده برو او به معصاف و داره نگاش میکنه که موشه نمر همونطوری که گفته شده ی ای میساتر ایش به میستاریم اگر پنهان شود شخصی در پنهانی ها و انی لو ار اینو و من نمی میفرماید می فرماید خداوند بیست میای 23 پاسوق چهار میاد یگی علاف فورا می رسد به او هایی ترس رخنا و توازو میپخد فخد عشمید بارخ. از ترس عشمید بارخ او بشتو و خجالتش از او همیشه بلویت و خجالت نکشه از جلو آدمهایی که مسخرش میکنن در عبادتش میدوارن گم به اسنه در حجوب و حیا رفتار کردنش لخت او شخبو و در خوابیدنش بر بسترش یه دلیف نمیو شخب بدونه که جلوه کی میخوابه امیت فورا موقع که بیدار میشه از خوابش یاقوم بیز ریزوت بلند بشه با چابکی لعبودت برعو برای عبادت پروردگارش ایتاله ویترومام یعنی برافراشته و بلند مرتبه ما توضیح میدیم از اول این سیف میفرماید که اول که صبح که از خواب پا میشی مثل شیر بلند شو البته میخونیم که یه بارگی بلند نشه بیدار شد بشینه بعد بلند که سرش گیش نره زمین نخوره گفتیم مثل شیر بلند شه نه گفتیم که سلامتیش تو خطر بندازه و نکته دومی که <تصفيق> <تصفيق> بله و تو صبح رو بیدار کن مدرنی که در اولین قدم میخونم طور که فرمودن <applause> تا بیدار شد فکرش به تشکر از که من یک روز جدید بهم دادی عمر جدید بهم دادی و خدا هست ناظر حاضر دوم مدنی میخونه یه یعنی صحبتش عملش هم که نتیلا میگیره پس فکر صحبت عمل به طرف عشم فکرش تا بیدار شد فکرش به عشم تشکر از عشم و عشم حاضر و ناظره مدنی میخونه بعدم فوری میره نتیلا میگیره ما گفتیم تو بیا صبح رو بیدار کن یعنی قبل از سپیده بیدار شو ولی حالا اگر نتونست و نشد دیگه وقت تفیلاش نگذره هشم هم همیشه در مد نظر داشته باشه فکر کنه که همیشه خدا میبینتش چون حرکات آدم تو خونه خودش مثل وقتی پادشاه هست نیست فرق میکنه صدر بهت پادشاه پادشاه نقدش برخو کجایی که که خدا ما رو نبینه ملوکل آرس که بود همه دنیا پر از عزتشه پاسخ ایرمیان میفهمه اگه آدم پنهان بشه در پنانیا خدا نمیبینتش معلومه که میبینه و وقتی به این مسائل فکر میکنه فورا ترس هشم برو قرار میگیره و مغلوب میکنه خودش از خجالت هشم میخواد کاری بکنه که خلاف رأی هشمه دومی که از مردمی که مسخرش میکنن ملابازی در آوردی ملا شدی شستشوی مغزی به دادن همه اینا رو کنار بگذاره اهمیت نده برف اونا و با حجب و حیا رفتار کنه وقتی میخوابه وقتی میشینه با, با چاباکی بلند بشه به عبادت, به عبادت پروردگارش میریم قسمت پایین را دینی دینی مشایخین به شورخان روخ سیف آرف قوانینی که مربوط به شورخان روخ در سیف آرف سده رشکامت ترتیب بیدار شدن از به صبح, صبح خیزی ایتا به میشنا آلف در میشنا اومده پیغاوت فصل پنج میشنای بیست یودا بنت مامر یودا فرزند تمام میفرماید و از کنامر شما قوی باش پررو باش مثل ببر سبکبال، مثل عقاب دوان مثل آهو پهلوان مثل شیر که انجام بدیم میل پدر آسمانیت رو ما میخوایم اینجا ببینیم هر کدوم از اینا توضیح خودش داره چی میخواد به ما بگه چرا اینا رو به این شکل مطرحش کرده حتی کنونش میخواد به ما یه نکته رو یادآوری کنه اومد آمر اینکه گفته از کنامر یعنی قوی باش مثل ببر یعنی چی؟ یعنی میشوم شلیف آمین چون که بعضی مواقع آدم نیم نه خودداری میکنه از اینکه که میسوا انجام بده میپنه شیش نامناشی چون که اصلا افرادی که مسخرش میکنن بنابراین ایزیر برازر میکنه که خودداری نکنه از اینکه که بخوایی میسوا کنی الا یاعیز پاناف پر روی کنه و انجام بده میسود و خجالت نکشه لو یه وش میپنه عمل الو اگیم. خجالت نکشه از جلو به کسایی که مسخرش میکنن بی کل مقام لویت قطعه تیمایه دوام نکنه درسته که تو محلی به اونا نرزایی که مسخرت میکنن ولی از طرفی هم باشون دعوا نکن میپنه شعزوت به خاطر که پر روی خسلت زشتیه و این را اویلش با و شایسته نیست که استفاده کنه در اون اصلا حتی برای عبادت عشمید بارخ پروی و گستاخی و دعوا خوب نیست که بایستی بترسیم شاید عادت کنه در این خصلت اومشی ها مرقل و این چیزی که گفته سبک بال باش مثل اقاب یعنی مثل اقاب که میبینه دور ولاخن ایزایر به یوتر برازر باشد یا در دیدن چشم ها و یه اصر و مناب و بندندت چشمانش را از دیدن بدی کی آره تخیلت و عوی را دیدن ابتدای گناه و این را چشم میبینه قلب خمد یعنی آرزو میبره اوخل محصه گمریم و اسباب عمل تکمیل میکنن اینجا که اومده گفته سبک بال باش مثل اقاب یعنی اقاب دور رو میبینه میگه تو مواظب به چشمات باش چشمات زود ببند درسته تو هم دور میبینی مثل اقاب ولی بدون که ای دیدنا کار دستت میده باید مواظب باشی که چیزی که آسوره نگاه نکنی چون چشم میبینه قلبم آرزو میبره بعدم میره انجام میده آون میکنه پس بنابراین از همون ابتدا جلوی خودت بگیر شما سالم باشید اومد شاه اون چیزی که میگه راست کسبی دوان باش مثل او یعنی مثل در مقابل پاها میگه یارو روسو رگلاو لتو بدوند 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 پاهایش برای خوبی همونطور که دا گفته داوید نمیل خاله تعلیم فصل 119 پاسخ 35 ادریخنی بینتیو میسوتخا رابری کن مرا در جاده دستورات تو پس ما اینجا یاد گرفتیم با پاد بدو برای میسوا با چشمتم چیز بد نگاه نکن و اونایی هم که مسخرت میکنن جوابشون نده ولی دوام نکن اومد شامر گیبر کاری اون چیزی که میگه گیبر کار قسمت پایین اون چیزی که گفته گیبر کاری پهلوان مثل شیر اینو کنگ دل مقابل قلب گفته کی هگورا او بلو جبروت تو قلبه ساری خادم لیت گبر لازم آدم که زوراور بشه مثل شیر در اجرای میسود و اتلیبو و تسخیر کنه قلبش که شلو لعبا ورود که گناه نکنه بلاخه ساری خادم لازم هر ادسانی که لیت گبر زوراور بشه و چون شیر لاغون بباغر بلند در صبح بیز ریزود با چابوکی به عبادت نیز اگر ایسا اینو ایسرو یسی اینو فریب او دورا غریزش در ایام زمستان که بهش میگه اختاقون چجوری بلند شی در صبح سرمایی زیاده یا گولش میزنه در تابستان میگه چجور بلند میشی از تخته هنوز سیر نشدی از خوابت با دیشب دیر بود خوابیدیم شبای تابستون کوتاه هنوز سیر نشدیم از خواب اید حالا دالا زوراوت شود به او به یاقوم بلند شه از تختش مثل شیر اون کل مزالک بلند نشه و بیست ناگهانی به خاطر که این موضوع آسیب میزنه به سلامتی بلکه مکس کنه کمی و بعد برخیزه صفحه دو میفرماید که و یشکیم و صبح خیزی کنه که بلند شه قبل از سپیده شیعه او معرر که او بیدار کنه صبح همونطور که داوید امیل خاله و هم فرموده است تعلیم فصل ناز پنجا و نو پاسخ نو او را انه ور و هفت خ... مذارت میخوام پاسخ نو او را انه ور وکی نور را شاخر معنی میکنیم معنی من... میکنی. او را نویل یعنی بیدار کن مرا ای نویل و کینور چنگ گروه باب یا وسایل موسیقی که بوده هایی را شاخر که بیدار کنم سهر را شایا او مهوره را شاخر که او داوید همه لقال بیدار میکرده صبح رو و بعضی ها میگن بایستی که آدم متصل کنه ل خبر متصل کنه روز و شب را به آموزش تورا یا تفیلا چه در صبح چه در عصر یعنی یاد بگیره تورا یا تفیلا بخونه در زمان سپیده که اون زمان خاتمه شبه و ابتدای روز و در زمان خروج ستارگان که اون زمان خاتمه روز و ابتدای شبه معزالک کسی که انجام نمیده این چنین دارد بر چیزی که تکه کند به شرطی که یاد بگیرد تورا را در روز و در شب مل اتصال روز و شب رو و شب و روز رو تو, تو مشغول تورا و تفیلا باشه خیلی خوبه و به هر حال قبل از سپیده بیدار شدن بسیار نکته خوب و مهم است می اینجوری میتونه به اینجوری میتونه به سلیافتا هم برسه و این و یا خلاق و مقدام اگه نمیتونه بلند شه زود کلکاخ این همه قدم او رباقه قبل از نور صبح عش خوشش یا میترسه مبادا بخوابد در تفیلا اگه صبح خیزی کنه در پاس صبح رشای لاقوم میتونه بلند شه بعد از سپیده صبح بعد از پاس صبح و مواظب باشه به هر صورت که عقب نیندازد برای تفیلا در جماعت حتی اگر لو یعور نمیگذرد زمان قرائت شمع و تفیلا مزالک مواظب باشه که تفیلا بخونه با جماعت و یخشوب به لیبو و فکر کنه تو قلبش اگر بود این موضوع در کار پادشاه آدم خدمت پادشاه بشری با سال و آدم گوشت خوند که دستور دادی که صبح خیزی کنه در صبح برای عبادتش کما یا چقدر برحضر بود که انجام بده میسواش به قلب خمه سدل البته در میسوای پادشاه پادشاه نقادش بارو خوب یا به عبارت دیگه اگه میخواد بره گردش و تفریح خودش که معطلش نمیکرد حالا برای هشم هم همین باشه مگه پیر قابل نداریم بعد تل سنخا میپنه لسنو اصل سنخا کیر سنو میل خدا مثل میل خودت میل خودت. خودت مثل میل خدا یعنی یه جور باشه همونطور که به تمایلات خودت اهمیت میدی به خواستای اشمم اهمیت بده شماره بت شماره بت میفرماید که تو لومر با باقر خوبه که بگوید در صبح فورا وقتی بلند میشه از خوابش مد انی لفانه خواب تشکر میکنم من به حضور تو پادشاه زنده و جاوید شیخ زرتا که برگرداندی به من نشامای من به خملا بارم مکس ربای مناتخا زیاد است امانت داری تو و قطع کنه کمی بین کلمه بخملا به کلمات ربای مناتی همونطور که گفته در پاسوق اخا فصل سه پاسوق بیست و سه خداشیم لبغاریم یعنی صبح ها که جدید میشه روز جدیدیه ربای مناتی زیاد است اما نداری تو پس الهام گرفته از این پاسوق اخا مدرنی برای ما گفته یا خل عمر مدعنی افیل قدم میتونه بگه مدرنی رو حتی قبل از اینکه که نتلا بگیره دستش توی چخری گیمه شیویتی هشم نگدی تامید قرار میدم خداوند را در مقابل همیشه این پاسخ از تهلیم تت زین پاسخ هشت کلالگادول و تورا این جمله رما زال بود که فهمودن کلالگادل و تورا است بزرگی در تورا و مقام صدیقین که میرند به جلو خداوند یعنی تصویر کند یا تصور کند در جانش همیشه که او ایستاده به حضور پادشاه پادشاه پادشان قدش بارخو که اون تمام زمین پر از عزتش و نمیشه لبنو هرزار قدش شه یه سیر یه سیر یعنی تصور کند تو مغزش تصویر کنه. نام یوتکبافکه رو همیشه مقابل چشمش با نقطه گذاری ایرآ این یوتکبافکه که شما میبینید نقطه گذاری چار حرف ایرآ دقیقا رو چار حرف یوتکبافکه اومده یعنی تو مغزش یود که رو با این نقطه گذاری تصور کنه و این صد شیوی تیشم نگدی تا میده نظر عزار خودشه که قرار میدم خداوند را یعنی یود رو در مقابلم با این نقطه گذاری و این فایده زیادی داره که ایرد شما داشته باشه یود که با نقطه گذاری ایرا ایرا یعنی ترس به نوعگیم لقواب به باته کنسیوت الکوت رمیز که نصب کنند در کنیسها بر دیوار شرق شیوی منگی تامید با میزمور لمنسه ی میزمور شیر به صورت منورا با اسامی قودش اینجا میگه دیوار شرق شیوی تیهشه تامید میزنن با لمنسه ی بینگینات و به صورت منورا که میدونید با شموت قدش ادامه میدیم دین این مطار قانونه که آیا مجازه به پوش لباس قبل از نتیلت یاده این و همینطور قانونی که آیا مجازه بره دو متر یا فکر کنه دیوره تورا قبل از نتیلت یا توضیح داده میشه به سیعتا دیشمیا در زیل سیمان دالت با سایر قوانین نتیلت یا دهیم. شورخانه آروخ میفهماید شماره بت فصل سه آن کسی که صبح خیزی میکند که التماس کند به حضور پروردگارش میزان کند لشاوت به ساعتهایی که تغییر میکنند تغییر میدن اون پاسا را که این در یک سوم شب و آخر دو سوم شب و آخر شب که تفیلایی که تفیلا میخونه در اون ساعتا بر خرابی و بر گالوت مورد زایته او زمانی که شما میخوای بیای برای خرابی به تمیق داشت و اینکه تو گالوت هستیم تفیلا بخونی باید بشینی حساب کنی که آقا الان شب رو به سه پاس تقسیم میکنن پاس اول پاس دوم پاس سوم و میگه باید بدونی که نیمه شب کی میشه این روزا حدود دوازده و شیش دقیقه دیشب نیمه شب بوده بعد بدونی که جای مختلف فرق میکنه فصل های مختلف فرق میکنه بیشین حساب کن شماره گیمل شورخان آروخ میفهمید شایسته است که هر خدا ترسی نارد بشه و قصه بخوره بر خرابی به تمیق داشت یه سوالی پرسیدن ما میخوایم در مورد تیغون خسود بخونیم یه سوالی پرسیدن که چرا اسمش گذاشتن تیغون راخل و تیغون لعا کتاب سیدور کبانت اومده گفته که از گمارای تنیت برگ سی آورده روی دوم که هر کسی که میکنه برگ روشالعیم موفق میشه تسلیشم ببینه یعنی کسانی که برای خرابی به تعمیق داشت میان ناراحتی میکنن برای آبادیش هم انشاءالله ما میبینیم حالا جواب سوال شما میفرماید بدان که تیخون خصو و تقسیم شده به تیخون لها و تیخون راخل که اونا لقب شخینا هستند که بعضی موقع خونده میشن راخل بعضی موقع خونده میشن لعا و تیقون راخل که داره نوع سرایی میکنه بر گالوت شخینا که رفته در گالوت بر طریقه ای که نوشته ایمو آنوخی به سارا با او هستم در تنگی اشه میفهماد من با تو تو گالوتم تو تنگی منم هستم و تیقونه لیا میزده بگیم و میتخبریم یه خد اسرائیل و تیقونه لیا مزدوج میشن و یکی میشن با هم جامعه اسرائیل که خونده شده یعقوب با شخینا یعقوب با شخینا خونده شده لیا توسط مشغول شدن تورایی که مشغول میشن در نیمه شب پس چیزی که اینجا گفت یه مقداری قبالایی و معنویه که برای ما به اون روشنی نیست ولی چیزی که میفهمیم اینه که تیخون راخل نوع سرایی بر گالوت شخیناست که شخینا هم با ما اومده تو گالوت تیخون لا ما با عشم یکی میشیم یعقوب با شخینا و هم یکی میشیم توسط مشغول شدن تورایی که مشغول میشه در نیمه پس در این رازهای عمیقی و کسی که زیرک میشه میفهمه و لازمه یاد بگیره تیغون تیخون رو بعد از تیخون مذارت میخوام تا صبح یعنی بعد تیخون خسبت که تا سپیده خونده تا صبح تلموتورا داشته باشه و اگر شبها طولانی و نمیتونه لعمی دست ما خودش رو بدون خواب میتونه برگرده به خوابه فقط مواظب باشه قبل از که بیدار بشه روشن بشه روز و سپیده بیاد اگه دوباره به برگرد و بیدار بشه به صورتی که شتاب و راخل لعلوت این دودا که راخل میاد بالا بره با معبوبش در نور صبح که پیدا میکنه نور به صد آیی را شاخر یعنی صبح من بیدار میکنم یعنی شما قبل از سپیده بیدار شو انی معوره را شاخر من بیدار میکنم صبح رو این از کتاب نهر شالم آورده که نهر یه کتاب قبالایی ربوتای خب پایین میخونیم ربوتای دینی مشایخیم قوانینی که مربوط به شورخانه روخ به صیف بت و گیمل که ما بالا خوندیم دالت ربوتن و مقوبالیم بحث کردن در مسی در اهمیت این موضوع لیوت ایر که بیدار باشه در زمان نیمه شب و در نیمه شب درسته بگه تقون خسود زیرا شایسته از کر خدا ترسی ناراحت بشه قصه بخوره بر خرابی به تمیق داشت برای بوتن و ربوتن و امی بحث کردند در مقام گفتن تیغون خستو اصلا که میگن اگه سخت براش عقب بندازه لاله خلیشون آخر خسوت لیلا که بخواد دیر بخوابه بعد از نیمه شب که بگه تیغون خسوت همچنین صبح هم تفیلا بخونه شهرید با سخما یعنی اگه بخواد بیشینه تا نیمه شب مخصوصا تا بسون که تیغون قصد بخونه از او برم میخواد طول و آفتاب بره نمیتونه هم بخوابه تا بشه نیمه شب و بعد نیمه شب که زیگون قصد بخونه هم صبح آفتابی بخواد بره تفیلا بخونه نمیتونه بعد یکیش انتخاب کنه عدیف یوتر یومر تیگون بهتره بگه تیغون قصد ویت پلیر شخرید آخر هانس اخما تفیلا بخونه شخرید بعد از طول و آفتاب یعنی اگر قدرت انتخاب نداره یکیش بعد انتخاب یعنی قدرتی که دوتاش بخونه نداره کم آفتابی بخونه هم تقیق اون به موقع بخونه میگه خواب تقیق اون بخون و سری آفتاب نرو بعد آفتاب برو و به هر صورت مواظب باشه که عقب نندازه زمان قریت شما و تفیلا به خاطر خوندن تقیق اون یعنی یه جوری هم نباشه که تو بیای و بگی چون من نشستم تا نیمه شب بشه سیگ اون قصدم دم خوندم مثلا رب ساعت طول که با جوانا بعد بخونه معنیش بفهمه دیگه واقعا با علاقه و شور بخونه با احساس بخونه خب دیر شد فردا صبح دیگه دیر میرم کنیسا تا برم کنیسا نوئه خب نو چه مجلسه تا که وقت داری دیر میشه نه اینجوری نکن داره یه یه میکنی جا میکنی دیگه بدتر خراب میکنی تفیلایی که وقتش بگذره از تورای دستور داری شما به موقع بخونی لخش به موقع بخونی دیگون مهمه ولی مهمتر از تفیلا نیست قند بیار و مال تیغون خسود مقام گفتن تیغون خسود مهمه نیست بیشتر از مقام گفتن سلی خود در ماه لول و اگر امکان داره براش که بگه فقط یکیش ترجیح بده تیغون رو بر سلی خود شماره ه رگ ان یه لحظه شروع نکنه در گفتن تیخون خسود قبل از نیمه شب به خاطری که طبق نظر ربوتن ما مقبولیم این از شعود قدم یعنی ساعت قبل نیمه شب ساعت رضایت نیست بلکه اونها ساعتی است که زوراور میشه دین ها در دنیا و فورا در نیمه شب بیدار میشن اون احسان ها و خصلت رحمی یعنی قبل از نیمه شب تیخون خسود نخون ساعت دینه از کی میتونی از نیمه شب که ساعت رحمته و زمان نیمه شب او دوازده ساعت دقیقا بعد از نیمه زمانی است که بین طلوع به غروب مثلا اگه طلوع آفتاب در ساعت پنج صبح غروبش هم ساعت شیش اصله نتیجه میشه نصف ای زمانی که بینشه ساعت بشا, بشا اخت اصله اوشلوشیم بسا اوراییم یازده و نیم زوره و اون زمان نیم روزه دوازده ساعت بعدش یعنی یازده و نیم شب میشه نیم شب حالا اگه بخوایم یه مثال راحت تری بزنیم اگه صبح اگه صبح طلوع آفتاب شیشه غروب آفتابم شیشه وسطش میشه دوازده زور دوازده ساعت اضافه کن میشه دوازده شب حالا اینجا یه مثال دیگه زده فرقی نم کنه نیم روز هرچی هست میشه نیم شب ای برگه هم که اینجا هست میتونید کپی کنید تو خونه داشته باشه برای 120 سال این برگه امسال با سال دیگهش فرق نمیکنه هر کی میخواد میتونه کپی کنه و ماقا مزالک با اولام یش لخشه همیشه باید حساب کنه زمان بر طبق طلوع و غروب اون مکان در دنیا معنی کنیم مزالک در دنیا باید حساب کنه زمان برطق به طلوع و غروب اون مکان اینجا با کشور دیگه فرق میکنه میکن ماگم ساکنین خوسلارس که میخوان بگن تیقون خسود یه زمان کمی قبل از نیمه شب و دیگه زمان خسود شب ارس اسرائیل و یروشالای میره خودش رسیده دارن بر چیزی که تکه کنن یعنی مثلا یه پنج دقیقه مونده ولی تو ارس نیمه شب شده اینجا پنج دقیقه مونده دقیقا میدونی ساعت داری همه چی بلدی میگه مسئله این سا. یه چند دقیقه ای داره داره بعد دیگه اتکا کن اگه مجبوره وقتی میگه اسلام مل مشای یعنی به دیعود. و این خط خیلا سعی کن که همون شهری که هستی نیمه شبش برسه و بارو خشم لعلام آمین و آمین